خب بریم ببینیم اینجا چی گفته که میگه که اصلا متحری ببینید یکی از حالا از اون زمان شروع شده بوده دیگه الان هنوز بحث ملیگره همیشه بحث روزه ولی اونجا داره میگه که یکی از بنیادی ترین پرسش هایی که هستش در نسبت با اسلام اینه که چرا ملت ها خودش رو درگیر اونطور که این میگه ناسیونالیسم یا ملت پرستی میکنن و بعد میگه که علت این آقا داره تحلیل میکنه که علت این حس منفی متحری به قلیان احساسات ناسیونالیستی چرا تا این حد سلبی است چرا متنفر بوده داره اینو میگه چرا متحری از حس ناسیونالیستی متنفر بوده من یه تبریکم میگم به آقای زیبا کلام که شما هم از قلیان حس ناسیونالیستی لیبرال ها و اسلامگره ها اینا جفتشون از شنیدن نام ایران کهیر که میزنن دیگه دقیقا و اینا همشون از قلیان احساسات ناسیونالیستی در توده مردم حالشون خراب میشه و آقای چیزم یکی از متحری یکی از اینها بوده یکی از م... و فکت آورده در کتاب متحری صفحه فلان یکی از مسئله که در قرن حاضر مورد بحث و گفته بود گرفته مسئله ملیت است در این روزها بسیار از ملل عالم از جمله مسلمانان ایرانی و غیر ایرانی به این مسئله توجه دارن و فلان و در این مسئله غرق شدن و که هر دو حسابی هم براش قائل نیستن خب این از این قضیه آه. آقای مطهری ناراحته فایل بعدی رو بیار خب بعد میگه که حالا چرا ناراحته آقای متحری در پاراگراف دوم میگه که ملیت یک مسئله است بر با باید برای به آن پرداخت تو فلان اینا میگه ولی از نگاه متحری این یک مسئله این مسئله مشکل بزرگی برای جهان اسلام به وجود آورده یعنی ملی گرایی در چالش شده برای مشکل جهان, اسلام. جهان اسلامه چرا در دیدگاه متحری ناسیونالیسم مشکل بزرگی قلم داد شده است آقای جامعه شناس داره میپرسه او برای نظر خود دو دلیل اقامه میکند به دو دلیل متحری زد ناسیونالیسم اولین دلیل متحری این است که ملیت پرستی برخلاف اصول تعلیمات اسلامی است دست من همینو میگم ملیت برخلاف اسلام است چون اسلام به تو میگه که نه تنها به ملتت به مردمت احترام نذار خیانت کن حتی حتی به تو میگه به پدر مادر به خانوادت هم احترام نذار اسلام به تو یاد میده که یک وحشی باشی سر ببرد ما اول انقلاب دیدیم خیلی از همین مذهبی ها بچه خودشون رو اعدام کردن خانواده خودشون رو میرفتن به کمیته لوبی دادن اسلام از تو چنین خوی وحشی میسازه معلومه که ملیت انسان بودن اصلا با تعلیمات اسلامی رابطه نداره و اولین دلیل متحری بنابراین این بوده که برای تنفر از ناسیونالیسم اولین دلیل متحری این است که ملیت پرستی برخلاف اصول تعلیمات اسلامی است و دومین دلیل اعلانی متحری این است که ناسیونالیسم مانع بزرگی برای وحدت مسلمانان به عنوان یک ملت است سندم داده سال 1396 صفحه 48 خب حتی کتابش هزار کتاب. کتابی که چاپ ک... کتابش بله کتابش صفحه خب بله به عنوان یک ملت داره میگه که باعث وحدت مسلمانان رو به هم میریزه این ای کتابی که این کسی که هوادار متحریه سال 96 چون این عقب افتاده مذهبی الان میخوام بیام بگم که متحری که 50... 50 58 اینا کشته آره، شده یک جامعه شناسی نا. آقای سید جوادی یا همچین چیزی من حالا لینکش لینکشو بعدم میذارم توی کامنت های همین ویدیو که دوستان بعدم برم ببینن و به این صورت بنابراین آقای متحری چون خیلی مریضی اسلام دیگه خیلی بالا زده بوده اسلام یه مریضیه دیگه در وجودش دیگه خیلی قلیان پیدا کرده بوده ملیگرایی رو ضد اسلام میدونسته و ازش متنفر بوده و میگفته که باعث تفرقه در جوامع اسلامی میشه اما حالا بریم ببینیم در فایل بعدی میگه که متحری فقط با جواب اسلامی مشکل داره با ملیگرایی در یعنی د ملیگرایی اروپا رو خوب میدونه خب میگه فکر ملیت و تحریج احساسات ملی احیانا ممکن است آثار مثبت و مفتی از لحاظ استقلال پاره از ملت ها به وجود, وجود. آوردن ولی در کشورهای اسلامی سبب, سبب تفرقه, تفرقه اینجا خیلی اعتراف جالبی میگه که حس ملی میتونه در خیلی جاها باعث رشد بشه ولی در جوامع اسلامی چیز بدیه اما این نمیتواند دلیل قانع کننده ای برای رد ناسیونالیست باشد زیرا جدایی و تفرقه همیشه بوده و علل بیشماری میتوانسته داشته باشد به سخن دیگر مبنای بنیادی چیز چیست نسیونالیسم را مرحله‌ای در تکوین مردم اروپا میداند که مبتنی بر ایده به نوعی خودآگاهی رسیدن تا بتوانند در یک واحد انسانی و عالی جمع در یک واحد انسانی و عالی جمع شوند و از نظر متعری ملل اسلامی قرن هاست که این مرحله را تی کردن و با و پا به مرحله عالی تری گذاشته عجب خیش. عجب بالا بالا اینا چیزا تحریف ای میگن این مردم اروپا رو که اروپ هنوز هم بحث ملیگرایی به اون شکل ملیگرایی تنده نمیدونم زمان خونی. جنگ جهانی هنوز هم تو اروپا چالش برانگیزه و طبق قوانین خیلی از کشورها دارن جلوشو میگیرن با تشکیل احزاب اینها جلوگیری میکنن و فلان و اینا یک ملیگرایی که دو تا جنگ جهانی رو رقم زده آقای متحری میگه این ملیگرایی خوبه و باعث تکوین مردم اروپا شده مردم اروپا هنوز دارن هزینه همون زمان رو میدن مدل ملیگرایی هنوز دارن مردم اروپا هزینهش رو میدن مردم آلمان هنوز دارن قرامت پرداخت میکنن به خیلی از کشورهای همسایهشون بعد آقای متحری اون گرایی رو خوب میدونه. باعث تکوین مردم اروپا میدونه. بعد ملیگرایی مثلا در کشور اسلامی که منظورش ایرانه دیگه. چون به اصطلاح مرتی که در ایران به دنیا آمده منظورش ملی مردم ایرانه که در طول تاریخ فقط سعی کرده خودش رو حفظ بکنه این رو باعث تفرقه میدونه آقای متحدی این قسمت جوکه به نظر من میگه اسلام قرن هاست که وحدتی بر اساس فکر و عقیده و ایدئولوژی به وجود آورده برای خب همینه دا... که این همه فرقه در این شما بالای هزاران خور، خورده و بقیه ما تا فرقه شیه داشتیم تا به امروز تو کتاب هیئت المتقین اومده خدا رو شک که اسلام یک وحدت فکری و عقید و ایدئولوژی ایجاد کرد که لحظه ایش ایش که محمد, ایش محمد ایش که قبول لحظه ای که محمد سرش گذاشت و مرد از بین خلفای راشدین تا خاندان بنی هاشم دونه دونه تون تا آخرش تا همین امروز در جنگه تا همین امروز هر که یه فرقه را میندازه تا همین الان 1400 سال هر کی واسه خودش تو همین داستان داعش ده تا فرقه درست شده تو خود داعش اصلا به فرای دیگر رو کار ندارم جبهه نصره داستان دیگه بعد اینا توی خود, خود, جمهوری اسلامی الان خودشون دیگه بابا توندای رادیکالشون هم دیگه همدیگه رو دارن میزنن اصلا تو, تا... تو, سوریه یکی از دلایلی که بشار اسد دلایل دهگانه ای وجود داشت یکی از دلایل دهگانه ای که بشار اسد تو بشه این بود که حضرات اعلام خلافت میکردن در شهرهای مثلا شمالی سوریه بعد اعلام خلافت میگن تو درون گروه شون ما این خیلی به عنوان خلیفه قبول نداریم یه عده دیگه علش یعنی در دعواهای درون گروهی داعش و جپ نصر و انوا اقیاچی شام بود یه اصلا گروه های اسلام گرایی که من داشتم مطالعه میکردم در مورد سوریه بخششون تو دعوای فرقه ای حالا این از ابتدا بوده یعنی شما نگاه کنید درگیری علی با مثلا معاویه درگیری علی با عثمان درگیری حسن با معاویه درگیری حسین با یزی تا برس مثلا درگیری رضا با معمون یعنی همیشه این درگیری و چقدر فرقه الان هم که دیگه سریال قشنگ هشاشین دارن منتشر میکنن حسن صبا هم که یه روایت دیگه از خانش دیگه یا جهان اسلام داشته این واسه خودش یه داستان دیگه همین جوری پشت سر هم بر این میگه که ما اسلاممون وحدت ایجاد, ایجاد, ایجاد کرده مرحله رد کردیم و بعد میگه که برگشتن ملت های اسلامی به ناسیونالیسم یه حرکت ارتجاییه اسلام نمیگه که برگشتن در قرن دو هزار برگردی به دوران شطور سواری این ارتجایی نیست ولی مثلا ناسیونالیسم که هر روز داره شکل جدیدی از ناسیونالیسم در تمام دنیا تغییر میکنه و بالا میاد اون مثلا میشه ارتجایی آیه سامی مرسی بابت استیکر خیلی خوب برم صفحه بعد صفحه بعد آها و اینجا خیلی حفاظت جالبی دارن و استمار برای اینکه اصل در برای اینکه اصل تفرقه بیانداز و حکومت کن را اجرا کند راهی از این بهتر ندید که اقوام و ملل اسرائیل را متوجه قومیت و ملیت و نژادشان بکند و آنها را سرگرم افتخارات مهم نماید مهم. آره مهم آره این که امام زمان قرار بیاد اون واقعیه این که ما واقعا یه نژادی داریم یه ملیتی داریم این مهمه استعمار میدونی چجوری اومد در کشور ما آقای متحری استعمار به شکل آخوند اومد یک آخوند انگلیسی بود که خودشو تبدیل آخوند, آخوند کرده بود و بعد وقتی نفت در ایران کش شد اومد گفتش که پیف پیف این بو میده این نفت چیز خوبی نیست بذاریم ما ببریم استفاده کنیم استعمار همیشه از خریت و توهمات افتخارات موهوم شما مسلمون ها استفاده کرده ما یه کشور مسلمان موفق و درست و خوب و پیشرفته نداریم همه تون بدبخت بیچاره این چرا همه چسبیدیم به همه موهومات جهان اول که نداریم ولی اون کشور اسلامی هم که رگههایی از پیشرفت دارن نشون میدن بابت تقلیل سازی همیده. شریعته یعنی شریعتشون رو دارن جلوش رو میگیرن و دارن با خانش های دیگر یه جورایی سر اسلام رو گول از تازه تازه هنوز دارن میرسن به مرزهای جهان دوم تا حالا کی برسن جهان هم. اول خدا میده